انفجار بمب دستی در خانه یک جنگجوی طالب در لغمان جان همسر و کودکش را گرفت. یک کودک 13 ساله در پی شلیک نظامیان پاکستانی در پکتیکا کشته شد. حقانی ترور شد و پیام عاجل سانگزی به مردم افغانستان. مشروع خبرها منابع معلی میگویند که در پای انفجار بمب دستی در خانه یک جنگجوی طالب همسر و پسرش کشته شدند و یک پسر او زخم برداشته است. منابع معلی میگویند که این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت روز شنبه 29 دل و در سایه چهارباغ ولسوالی قرغایی ولایت لغمان رخ داده است. انفجار زمان رخ داده که کودک این جنگجوی طالب به حلقه بمب دستی موجود در چانته تجهیزات پدرش دست زده است. طالبان در لغمان هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. رویدادهای ناشی از موجودیت جنگ افزارها نزد طالبان در گذشته نیز سبب کشته و زخمی شدن افراد شده است. یک کودک 13 ساله در پی شلیک نظامیان پاکستانی در پکتیکا کشته شد. منابع معلی در پکتیکا میگویند که یک کودک 13 ساله در اثر شلیک نظامیان پاکستانی در این ولایت کشته شده است. منابع معلی میگویند که این کودک فیض‌الله نام داشت و پس از چاشت روز جمعه 28 دل و در ساحه دهندی مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی خط دیورن کشته شده است. با گفته منابع این کودک زمان مورد شلیک گلوله نظامیان پاکستانی قرار گرفت که سرگرم چراندن مواشی بود. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. چند پیش نیز یک غیر نظامی در روستای مرغه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نتیجه شلیک نظامیان پاکستانی کشته شده بود. ابو مسلم شیرزاد گزارش می‌دهد موج حملات در خاک پاکستان این بار فرماندهی پلیس کراچی مورد حمله گروهی مهاجمان قرار گرفته است. افراد مسلح یک عالم مذهبی معروف پاکستانی را در پشاور کشتند. مولانا اعجاز احمد حقانی یک عالم دینی در ماشوخیل در حومه پشاور هنگامی که قصد اقامه نماز صبح را داشت در مقابل دروازه مسجد توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. گزارش بود از صفحه رسمی آماج نیوز. این در حالی است که افق نیوز گزارش می‌دهد در حمله مسلحانه بر یک مرکز پلیس در شهر کراچی پاکستان 3 تن کشته و 18 نفر دیگر زخمی شده است. جیو نیوز گزارش داده که مهاجمان مسلح شامگاه جمعه در مرکز پلیس شهر کراچی پاکستان حمله کرده است که در نتیجه آن 3 پلیس کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شده است. مقام‌های پلیس این کشور گفتند که پس از چند ساعت درگیری و با کشته شدن تمام مهاجمان این حمله پایان یافته است. مقام‌های پلیس شهر کراچی گفتند که دست کم 6 مهاجم مسلح وارد مرکز پلیس این شهر شده بودند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی یا TTP بر عهده گرفته است. واکنش عباس استانگزی در مورد اختلافات بین طالبان. استانگزی: بین طالبان اختلاف وجود ندارد. با گزارش اسپوتنیک در نوار تصویری که از سخنرانی استانگزی در رسانه‌ها به نشر رسیده است دیده می شود که ادعاهای مبنی بر موجودیت اختلاف در بین سران طالبان را رد می کند. وی می گوید رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده یک طالب واقعی است و بقیه فرامین او را با جان و دل می پذیرند. استانگزی میگوید که امریکا در 20 سال گذشته میلیون ها دلار مصرف کرده است تا در بین رهبران طالبان اختلاف بیاندازد. یادآوری می شود که بعضی از رهبران طالبان در روزهای گذشته انتقادات را بر رهبری طالبان و تصامیم گرفته شده از طرف وی وارد کردند. زلزله و وضعیت رقتبار آسیب دیدگان. طالبان برنامه برای مدیریت حوادث طبیعی ندارند. افغانستان بر اساس شاخصه‌ها و گزارش‌های جهانی در بلندترین درجه آسیب‌پذیری در برابر رویدادهای طبیعی از جمله زلزله قرار دارد. احتمال رخ دادن زلزله بین 6 تا 7 ریشتر به طور اوسط در سال در افغانستان وجود دارد. در کنار جنگ و تروریسم، حوادث طبیعی نیز افغانستان را با تهدید جدی مواجه کرده است. صفحات زلزله خیز افغانستان را از 3 جهت غرب، جنوب و شرق احاطه کرده و گسل هرات و گسل چمن از مشهورترین گسل‌های زلزله در کشور شمرده می‌شود. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در جریان 4 سال 486 مورد زلزله در افغانستان رخ داده است. نبود زیرساخت‌های معیاری و دولت کارآمد و پاسخگو میزان آسیب‌پذیری و تلفات ناشی از زلزله را افزایش داده است.
در تازه‌ترین مورد زلزله با شدت 4.8 ریشتر در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است که تلفات جانی نداشته اما خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. ولایت بدخشان در جریان یک هفته گذشته گواه دو زلزله نسبتا قوی بوده است. زلزله نخست بامداد چهارشنبه 24 دل و در عمق 135 کیلومتری در جنوب غرب ولسوالی اشکاشم این ولایت رخ داد که میزان شدت آن 4.3 درجه ریشتر اعلام شد. زمین لرزی دومی حوالی ساعت 10:50 پنجشنبه شب 27 دل و رخ داد و مرکز زلزله نگاری امریکا گفته است که مرکز این زلزله شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بوده است. بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری امریکا این زلزله با شدت 4.7 ریشتر و عمق 60 کیلومتر در زیر زمین رخ داده است. این نهاد افزوده که این زمین لرزه در بخش‌های از تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و ایران نیز احساس شده است. با این حال شمار از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان این زلزله را شدید توصیف میکنند. محمدالله که از زمین لرزه شدید جمعه شب ترسیده است به روزنامه 8 صبح میگوید: تازه خواب شده بودم که با صدای دلخراش بیدار شدم و بیرون رفتم. در بیرون هم برف میبارید. شب تلخ و دردناک بود. تا صبح خوابم نبرد و کابوس دیدم. فرشید باشنده دیگر این ولایت نیز به روزنامه 8 صبح میگوید که با گفته او باشندگان بدخشان پیوسته مورد بمهری و کمبینی یعنی کمبینی مقام های مسئول در کابل قرار گرفتند. این باشنده فیض‌آباد تصدیق میکند که در حال حاضر پاسخگویی و رسیدگی به متضرران حوادث طبیعی وجود ندارد. او رفتار مقام های ارشد گروه طالبان در مورد رسیدگی به این حوادث در بدخشان را تبعیض‌آمیز میخواند و تاکید میورزد که از دو روز به این سو با وجود این که خانه ده ها باشنده محل تخریب شده است، توجهی به بیجا شدگان این حادثه صورت نگرفته است. این در حالی است که طالبان محلی بدخشان روز جمعه 28 دل اعلام کردند که در پی این زلزله در مرکز و ولسوالی های این ولایت 76 خانه رهایشی تخریب شده اما این رویداد تلفات جانی نداشته است. در تصاویری که از خانه های مسکونی مخربه در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود دیده می شود که سقف خانه های زیاد فرو ریخته است. دیدگاه های کارشناسان محیط زیست. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت پیشین در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید: افغانستان از لحاظ وضعیت زمین شناختی یک کشور زلزله خیز است. دو خط گسل که در افغانستان عبور کرده به نام های خط چمن و خط هریرود معروف هستند. این دو خط در منطقه جبل سراج یعنی ولایت پروان با هم یک جای می شوند و در امتداد سلسله کوه های هندوکش به طرف بدخشان و پامیر ادامه پیدا می کند. بنابراین ولایت هایی که در شمال شرق افغانستان قرار دارند اکثرا در معرض تهدید زلزله های مختلف قرار دارند و خود پایتخت افغانستان در مجاورت این خط گسیل قرار می دارد. آقای فهیم تاکید می ورزد درک این موضوع که افغانستان در برابر حوادث احتمالی زلزله یک کشور آسیب پذیر است می تواند کمک کند که میزان خطرپذیری را در برابر حوادث احتمالی و زلزله های احتمالی کم بسازیم. زلزله با وجود که زمان وقوع آن قابل پیش بینی نیست اما امکان وقوع آن قابل پیش بینی است و با استفاده از عکس های ماورایی می تواند مناطقی که در مجاورت گسیل ها قرار دارند و مناطقی در تعدید گسیل ها را شناسایی کرد. با گفته وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث دولت پیشین مقابله با خطرات احتمالی زلزله باید در برنامه‌های انکشافی در نظر گرفته شود. منابع پیشتر اختصاص یابد، روی زیربناها سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و مردم آگاهی شود.